دوستان عزیز، قانونگذاران محترم ایتالیا، از توجه شما به مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی قدردانی می‌کنم. خوشبختانه جامعه ایتالیا و منتخبانش از دیرباز با موضوع ایران آشنا بودند. از نظر فرهنگی و علمی و اقتصادی، از گذشته‌های بسیار دور بین کشورهای ما همکاری‌ها و تبادلات مستمر وجود داشته. اما حاکمیت طولانی دو دیکتاتوری سلطنتی و مذهبی باعث عقب ماندگی کشور ما شده. در سال 1357 مردم ایران انقلاب کردند تا آزادی و دموکراسی رو برقرار کنند. اما آخوندها انقلاب رو دزدیدند. اونها انرژی عظیم آزاد شده از انقلاب رو در جنگ افروزی و تروریسم و ویرانگری به کار گرفتند. در واقع تاریخچه این رژیم تاریخچه توسعه تروریسم دولتی و به آشوب کشیدن کشورهای منطقه و اشغال برخی از اوناست. سرکوب مردم ایران با بیلان اعدام 120 هزار نفر از مخالفان این رژیم و به ویژه تحمیل انواع محرومیت ها و تبعیض ها به زنان ابعاد فاجعه باری داره. از 5 ماه پیش رژیم در یک طرح برنامه‌ریزی شده سراسری مدارس دخترانه رو هدف حملات شیمیایی قرار داده. این مسموم سازی ها برای ارعاب و جلوگیری از حضور زنان و دختران در قیام های ضد حکومتی که نقش پیشتازی در اون ایفا کردند. حملات هولناک رژیم تا به حال حداقل 505 مدرسه، یعنی بیش از 500 مدرسه در 109 شهر رو هدف قرار داده و در میان سکوت تأسف بار بین المللی روزانه داره قربانی میگیره. باید توجه کرد که این اقدامات جنایتبار در اصل برای یافتن مفری از تنگنای مرگبار در داخل کشوره. سلسله قیام‌های سال‌های اخیر در شهریور 1401 به قیام گسترده و پرتوانی ارتقا پیدا کرد که نقطه عطفی در سرنوشت حکومت ولایت فقیه و تزلزل و شکنندگی این رژیم رو که ما از سالها پیش بر اون تأکید می کردیم در مقابل چشم جهانیان قرار داده. تورم 50%، کسری بودجه 50%، سقوط آزاد ارزش پول رسمی کشور، بیکاری فزاینده، فساد سیستماتیک حکومتی و اقتصاد تقریبا فلج شده جریانوار ادامه داره. اما فراتر از اینها، شکنندگی رژیم ناشی از اونه که با یک جامعه به شدت آسی درگیر شده که قصد سرنگونیش رو داره. برای درک اون چه در جریانه، به کثرت دستگیری ها توجه کنیم. رئیس قضایی این رژیم، آخوند جنایتکار اژه‌ای، در فروردین همین امسال اعلام کرد بیش از 22 هزار نفر از دستگیر شده هایی که در این قیام در واقع دستگیر شده بودند آزاد شدند. قدر مسلم اینه که رژیم برای بستن راه قیام 10 ها هزار نفر رو دستگیر کرده، اما این سرکوب گسترده قادر نشد جنبش اعتراضی رو خاموش کنه و این جنبش همچنان کابوس این رژیمه. 2 هفته پیش فرمانده یگانهای ضد شورش فاش کرد که رژیم در حال افزایش نیروهای خودش برای مهار قیام در 400 شهر. راستی چرا آخوندها نتونستن راه قیام ها رو ببندن؟ زیرا با یک جامعه انفجاری مواجهن و مردم حاضر به تحمل وضع موجود نیستن. اما این یک نارضایتی بیشکل و خود به خودی نیست. شبکه سازمان یافته مجاهدین در استانهای مختلف که واحد رزمنده اون کانون شورشیه در
سازمان دادن قیام و در استمرار اون نقش جدی دارن. از ابتدای قیام تا 6 ماه بعد از اون بیش از 3600 نفر از هواداران مجاهدین دستگیر یا ناپدید شدن. اما این دستگیری ها نتونست دامنه فعالیت و رشد کانون شورشی رو محدود کنه. پیشبرد قیام که با فعالیت های اجتماعی و سیاسی و بین المللی گسترده ای تکمیل میشه، مسئولیتیه که یک جایگزین دموکراتیک یعنی شورای ملی مقاومت به عهده داره. این شورا که از 42 سال پیش برای سرنگونی این رژیم تأسیس شده، در پی ایرانیه که از گذشته یعنی استبداد سلطنتی و از حال یعنی استبداد دینی آزاد شده باشه و آینده‌ای بر اساس رأی جمهور مردم بنا کنه. یک جمهوری دموکراتیک که با چند پرنسیپ اساسی ممتاز میشه: جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌ها، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. طبق برنامه شورای ملی مقاومت، بعد از سرنگونی رژیم آخوندی یک دولت موقت به مدت حداکثر 6 ماه تشکیل میشه. وظیفه اصلی اون برگزاری یک انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسانه. برنامه شورای ملی مقاومت از اقبال چشمگیری در میان منتخبان ملت‌های اروپا و آمریکا نیز برخورداره. بیانیه مشترک اکثریت اعضای سنای ایتالیا نمونه مهمی از این استقباله. اونها از قیام و مقاومت مردم ایران در نفی هر گونه دیکتاتوری، چه سلطنتی چه دینی، و از استقرار یک جمهوری دموکراتیک حمایت می‌کنند. در آمریکا هم اکثریت اعضای کنگره عهدنامه‌ای رو ثبت کردن که از مبارزه مردم ایران علیه رژیم‌های شاه و شیخ و همچنین از برنامه 10 ماده مقاومت برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت حمایت شده. در آذر ماه گذشته 125 پارلمانتر بلژیکی و در اسفند گذشته 250 تن از نمایندگان مجلسین از عوام و اعیان انگلستان بیانیه‌های مشابهی صادر کردند. بنابراین زمان اونه که دولت‌های غرب با بازنگری بنیادی سیاست خود در قبال ایران در کنار مردم ایران قرار بگیرند. قیام بزرگ ایران شرایط جامعه ایران و موقعیت رژیم رو به نحو بازگشت ناپذیری تغییر داده. عزم جامعه ایران برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی قابل از بین بردن نیست. رژیم آخوندی هم قادر نیست حاکمیت خودش رو در برابر موج قیام ها حفظ کنه. جامعه جهانی از جمله ایتالیا نمیتواند با ارزیابی و نگرش پیشین خودش با دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران برخورد کنه. این نه تنها برخلاف مصالح مردم ایرانه که خواهان سرنگونی رژیم هستند، همچون که خود شما اشاره کردید، برخلاف صلح و امنیت جهانیه که از طرف این رژیم همواره تهدید میشه. در قیام سال 1388 ایتالیا درهای سفارتخونه خودش رو در تهران به روی قیام کننده ها باز گذاشت تا از تعقیب پاسدارا به اونجا پناه ببرند. حالا مردم ایران انتظار دارن که ایتالیا درها رو به روی آخوندها و سپاه پاسداران ببنده و سپاه پاسداران رو به عنوان یک موجودیت تروریستی اعلام کنه و معامله با این رژیم رو متوقف کنه. زیرا تجارت با این رژیم، تجارت با سپاه پاسداران و سوخت رساندن به ماشین سرکوب و ترور و جنگ افروزی این رژیمه. و زمان آن است که ایتالیا حقانیت و ضرورت مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم رو تایید کنه و مشروعیت نبرد جوانان شورشگر با سپاه پاسداران رو به رسمیت بشناسه. مطمئنم که تلاش های شما در این جهت میتونه روشنگری بسیاری برای دولت ایتالیا داشته باشه.
از همه شما متشکرم.